وظیفه پلیسه. چرا بعضیا اینطوری میتازن؟ من تو جلسه دیگه هم گفتم 33 دستگاه مسئولم. الان تو تعدادی از اون 33 دستگاه میبینیم که یکیش فقط پلیسه. پلیس حلقه آخره. اونا که ترک فعل کردن و وظیفه و کارشون انجام دادن، اونا هم دارن به پلیس حمله میکنن. این دیگه اوج مظلومیته. خب روز سه‌شنبه هفته گذشته این خانم به همراه سه نفر دیگه در پارک طالقانی در حال قدم زدن بودن که با گشت امنیت اخلاقی ما روبرو میشن. علل اتفاق چهار تا خانم وضعیتشون مناسب نبوده، یعنی از نظر تیم ما مناسب نبوده. اون سه تا رو تذکر دادن، حالا حل کردن مشکلشون رو. ایشون بر اساس اون قواعد و ضوابطی که اعلام کردیم به خودش و اون سه تا خانمی که ظاهراً از اقوامشون بودن و دو تا آقا که همراهشون بودن گفتن، اونجا اعلام کردن که آقا هیچ برنامه و مطلب خاصی با شما، شما باید برید بیاد پلیس امنیت اخلاقی، شما یه زحمت بکشید یه لباس مناسب برایشون بیارید. ایشون یه چند دقیقه اونجا میشینه، آموزش در واقع و تذکرات قانونی بهش داده میشه که دیگه رعایت بکنه و تحویل شما میشه. یعنی میخوام بگم هر چهارتاشون به اصطلاح وقتی که تذکر دادن، سه تا قابل حل بودن و همون در محل حل میکنن مشکلشون رو و ادامه میدن، ولی یکی رو فقط میدن. ساعت 6:30 روز سه‌شنبه هفته گذشت. اجازه بدید من صحبت بکنم، بعد شما بفهمید. من بگم شرح ما بقرار. اینها توسط ون که پنج خانم دیگن، حالا یکی دوتا بودن تو اون ون که اونا مشغولین بودن و جمعا به شیش خانم که ما نشونتون میدیم، فیلمش آماده کردیم که تقدیمتون بکنیم، منتقل میشن به پلیس امنیت اخلاقی. حالا ما با دو تا از این خانم ها که کنار مهسا بودن صحبت کردیم. من از بیان و زبان اونها میگم، یعنی تو اون ون شیش تا خانم بودن و یه همکار خانم پلیس ما، یک همکار خانم پلیس. میگن اتفاقا مهسا تا خود پلیس هم حالا اون بقیه ساکت نشسته بودن، ولی چند تا شوخی هم میکرد، به سلام مزاح هم میکرد. به هر حال اینا منتقل میشن به داخل پلیس امنیت اخلاقی و وارد کلاس میشن. بله، یه خانم همکار خانم، یه همکار خانم. حالا اینا رو من توضیح میدم. من ونار هم جوری تنظیم کردم که به اصطلاح چینش صندلی‌ها به گونه‌ای است که حتی اذیت نشن و قابلیت یه کلاس سرپایی رو هم داشته باشه. میان داخل دست شما در کلاس. خب طبیعتاً تا کلاس کامل بشه و استاد بره اون پاوری که تهیه کردیم رو و اون تذکراتی که باید به اینها داده بشه یه مقدار زمان میبره دیگه. اینطور نیست که همین الان اومدن یکی یکی که نمیتونه. مثلا ما در طول روز چندی کلاس داریم، هی گروه گروه جمع میشن، این کلاس برگزار میشه و بعد تحویل خانواده هاشو میشن. البته اونایی که باید اصلاح وضعیت ظاهری بشن، لباس ها رو معمولا خانمش، همسرش، برادرش، خواهرش میاره و تشریف میبرن. که حالا در این اثنایشون بلند میشه، ملاحظه کردید تو فیلم، یه صحبتی رو با اون همکار خانم ما که مدیریت سالون رو داشتن و نظم انضباط سالون رو اجرا میکرد، اون سوال رو میکنه و به یک باره حالش به هم میخوره. سوالش هم این بوده که از همکار خانم ما، چون سوال کردیم این وضع من چه ایرادی داره، اونجا میگن که آقا این وضع مثلا شلواره یا اون ساپورتی که پات هست ایراد داره، شما نمیتونیم و مانتو دخل باز میشه، باید این تعویض بشه برای شما تشریف ببریم. که اونجا حالش به هم میخوره. کمتر از یک دقیقه پرستار و بهیار پلیس که مقیم اونجاست
بلافاصله بالا سر اینها وضوع پیدا میکنه و کار رسیدگی به این محصا رو شروع میکنن. و علل اتفاق یه تیم از اورژانس هم همونجا بوده که شاید مثلا بعد از یکی دو دقیقه دیگه میرن و اون تیم موتورولانس اورژانس رو هم به همکاری و کمک برای رسیدگی به ایشون دعوت میکنن. اونها هم میان که کار در واقع احیا از همونجا شروع میشه و تقریبا فکر کنم 7 دقیقه یا 8 دقیقه بعد همکاران ما باز درخواست آمبولانس میکنن. باز یه تیم آمبولانس از عزیزان اورژانس اونا هم میرسن سر صحنه و در واقع اینجا 5 نفر، یه دونه بهیار پرستار مقیم که در پلیس همیشه هست و 4 نفر از عزیزان و همکاران در واقع اورژانس به بحث رسیدگی و احیای ایشون اقدام میکنه. یک بار در داخل پلیس ایشون احیا میشه و ظاهرا دوبار هم در بیمارستان. حالا این نظرات پزشکی رو من خیلی واقعیتش علاقه من نیستم که ورود بکنم تا انشالله پزشکی قانونی نظرش بده، ما خیلی دویم، ولی میخوام بگم که آنچه وظیفه ما بوده برای نجات جان یک انسان که در پلیس حضور داشته به سرعت و با کمترین زمان ممکن ما انجام دیم. در نهایت هم منتقل میشن به بیمارستان. بیمارستان هم یکی از بیمارستان نیست که پزشکان حاذق و خوبی داره، چون بله بیمارستان کسرا و نزدیکترین بیمارستان هم هست به مقره پلیس. حالا ما فکر میکنیم 5 دقیقه، ولی دوستان اورژانس میگن نزدیک 2 دقیقه زمان میبره تا از مقر پلیس به بیمارستان منتقل میشه و اونجا دیگه تحویل عزیزان پرستار و پزشک میشه و بلافاصله همکاران ما هم در اونجا حضور پیدا میکنن و اونجا اعلام میکنن هر اتاقی، هر امکانی، هر پزشکی، حاضرترین پزشکا بیان بالا سرش، هزینش برده پلیس هست. و انصافا اونجا هم باید بگیم پرستاران و پزشکان بیمارستان سنگ تموم میزنن، خدا وکیلی تلاش خودشون میکنن. و حالا ادامه داستان که در واقع در نهایت بعد از کنم 3 روز منجر میشه به فوت این مرحومه.